آیا کسایی که سفر نرفتن و فاصله اجتماعی رو رعایت کردن قربانی اشتباه افرادی میشن که شروع کردن به مهمونی رفتن و مسافرت رفتن بدون رعایت فاصله اجتماعی؟ چرا سازمان بهداشت جهانی پوشیدن دستکش رو توصیه نمیکنه؟ اینا دو نمونه از سوالایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و سوالات شما رو امروز از دکتر حمیدرضا ستایش، کارشناس سلامت عمومی از اتحادیه جهانی واکسیناسیون میپرسم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. عطا پرسیده مردم اونقدر راحت به شمال ایران میرن که انگار واکسن تو شمال کشف شده و اونجا آدما مسونن. همون آدما وقتی برگردن به شهرشون آیا ماهایی رو که داریم قرنطینه و فاصله گذاری رو رعایت میکنیم قربانی اشتباه خودشون نمیکنن؟ سوال بسیار خوبی و نکته بسیار مهمی. ما در صورتی همه امنیم که هممون رعایت بکنیم و این یک کار جمعی باید باشه. نمیشه یک نفر رعایت بکنه و یک نفر رعایت نکنه، چون بقیه رو به هر حال در معرض خطر قرار میده. شما رفتن لزوما معنیش رعایت نکردن نیست. اگر ما فرض کنیم که ما یه عامل بیماریزا داریم، یک فرد مستعد داریم که این بیماری رو میتونه بگیره، و فکر کنیم که اینجا داستان خیس شدنه، یعنی بیماری نیست، داستان اینه که فقط ما میخوایم خیس نشیم به جای بیمار شدن. این رو اون عامل بیماریزای ما ویروس هست، و اگه یه قطره از اون عامل به ما بپاشه احتمال اینکه ما خیس بشیم خیلی کمه، یا زیاد خیس نمیشیم، یا یه کوچولو خیس میشیم خشک میشیم. پس ما تعداد کافی ویروس رو لازم داریم که بتونه باعث بیماری بشه. فرد هم باید مستعد باشه. اگر این فرد یا این جسم که قرار خیس نشه یه اثر نقاشی آبرنگ یه قطره آبم روش بریزه، اون اثر از بین رفته. یک فردی که از نظر سیستم ایمنی مشکل داره، بیماری‌های زمینه‌ای متعدد داره. ولی اگر یک سطحیه که یک جسمیه که خیلی مستحکم و نسبت به آب هم مقاومه، هیچ اتفاقی براش نمیفته. این در مورد اجزای بدن ما هم صدق میکنه در این زمینه، بخاطر اینکه پوست ما خیلی محکم هست و از پوست ویروس منتقل نمیشه، ولی مخاط دهان، مخاط ریه ما، مخاط بینی ما، چشم ما، اینا جایی هستن که حساس هستن و ویروس میتونه از طریقشون منتقل بشه. پس لزوماً یک شمال رفتن به معنی بیمار شدن و خطر کردن نیست. اگه فردی که میره شمال فاصلهش رو حفظ کرده باشه، با افراد متعددی ارتباط نداشته باشه، در تماس نباشه، دستاشو مرتب بشوره و خودشو در معرض این ویروس قرار نده، نذاره خیس بشه، پس اون فرد هم مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه برای خودش و برای کسایی که در شهرش هستن و وقتی که برمیگرده. دکتر ستایش، اخیراً هم یه تحقیق منتشر شد مبنی بر اینکه انتقال ویروس از روی سطح به انسان اونقدری که در اوایل شیوع بیماری فکر می‌کردیم شدتش زیاد نیست یا به اون جدیت نیست. دقیقاً همینطوره. همونطوری که عرض کردم روش اصلی انتقال فرد به فرد هست. اینکه ویروس روی سطوح باقی می‌مونه این صحیح هست، باقی میمونه، ولی روش اصلی انتقال نیست. یعنی لمس کردن سطوح به عنوان عامل اصلی انتقال در هیچ جای دنیا دیده نشده با این 5 میلیون بیشتر فردی که مبتلا شدن، و نباید عنوان روش اولیه در نظر گرفت. این خیلی نگرانی ها رو توی مردم ایجاد کرده بود که واقعا اون نگرانی ها نگرانی های لازمی نیستن. با یه ذره لمس کردن یه جا ما خیس نمیشیم، حتی اگر اونجا خیس خیس باشه. یادمون باشه که باید فاصله اجتماعی رعایت کرد. فاصله اجتماعی یعنی هم فاصله فیزیکی، یعنی حدود 2 متر فاصله، برای اینکه اگر اون ذرات از بدن فرد بیرون اومد به ما منتقل نشه. و وقتی میگیم اجتماعی منظورمون بعد زمان هست. زمانی که ما با فرد مبتلا سر میکنیم عامل خیلی مهمیه در مبتلا شدن ما، و این رو تا جایی که بتونیم باید کم بکنیم. این زمان یک مسئله خیلی مهم است که من فکر کنم کمتر بهش توجه شده. شما وقتی میرید توی جایی که ممکنه این محل پرخطر باشه، مثل فروشگاه، مثل سالن ورزشی، مثل جایی که فکر میکنیم این فضاها بسته است، ازدحام توش هست و ممکنه که فرد دیگه توش بوده و ویروس منتقل شده، اونجا شما فضاتون کم هست، 2 متر فاصله رو خیلی سخت میتونید حفظ کنید، و هر چقدر زمان کمتری بگذرونید ریسک رو پایین آوردین و خطر رو پایین آوردین. این خیلی خیلی عامل مهمی است. اگر میخواین چیزی رو خرید کنید، وارد سوپرمارکت بشین، خریدتون رو بردارین، خارج بشین، اونجا نگردین، تو فضاهای سربسته فشرده وقت نگذرونید. به این صورت میتونید خطر ابتلا رو بسیار پایین بیارید. و با شستن دستا، اولین توصیه ما که از اول هم همین بوده و هست، شما ویروس رو در واقع میشورین و از روی سطحی که ممکنه دهان و بینی و صورتتون رو لمس کنه دور میکنید، و این هنوز هم به عنوان اصلی ترین راهکار پیشگیری فردی برای ویروس کرونا توصیه میشه. ممنون. سوال روحام رو بشنویم.
ما باید دقیقا چه پروتکل بهداشتی رو رعایت بکنیم؟ ایران خب خیلی وقته که کلیه قرنطینه ها رو برداشتن. داریم میبینیم که کشور پیشرفته مثل آمریکا هنوز که از یه سری محدودیت ها رو بر نداشتن، با اینکه سیستم بهداشتشون هم خیلی قوی تره. ما باید به چی اتکا بکنیم که بخوایم این سری رو رعایت بکنیم یا نه؟ یعنی مثلا من نوعی باید ببینم که اگه آمریکا اومد گفتش که باشگاه ورزشی باز شده، منم حق دارم برم باشگاه، یا اینکه خیر اگه آمریکا اومد اینو گفت اصلا به ایران ربطی نداره. نه، من توصیه میکنم که این کار نکنید، به خاطر اینکه هر کشور و حتی هر استان توی ایران شرایط خاص خودش رو داره و این توصیه ها معمولا بر اساس وضعیت انتقال و گسترش ویروس توی اون محدوده جغرافیایی هست. اگرم نگاه بکنیم میبینیم کشورهای مختلف الان درجاتی که دارن این مقررات رو اجرا میکنن متفاوت با هم هست. به هیچ وجه وقتی که گفته میشه این مکان باز شده و میتونید بهش مراجعه کنید، معنیش این نیست که زندگی به حالت نرمال برگشته. سعی کنید کمترین زمان رو اونجا بگذرونید، سعی کنید که حد اکثر فاصله رو داشته باشین از افراد دیگه وقتی که وارد اون مکان میشین، و اگه این امکان براتون وجود نداره از بعد زمان کوتاه‌ترین زمان ممکن رو داشته باشین. پرسش فرهاد رو بشنویم. بعد از بازگشایی اماکن ورزشی و استخرها، در رابطه با استفاده از استخر چه ریسکایی مرتبط با کرونا وجود داره و چه احتیاطهایی باید کرد؟ استخرها هم مثل بقیه مکانهایی که جمعیت فشرده توشون هستن و سرپوشیده هستن، مکانهای خطرناک و تو این مکانها بهتر نرفت. اگر هست با تعداد محدودی رفت. اگر استخر خصوصی و یک نفر دو نفر توش هستن شرایط خیلی متفاوت است. ولی وقتی ما راجع به استخر صحبت میکنیم، ما استخر عمومی صحبت میکنیم، جاییست که شما با افراد زیادی در تماس نزدیک هستین، ممکنه عطسه و سرفه اونجا صورت بگیره، ممکنه که تو محیط مرطوب ویروس حتی طولانی‌تر بمونه. تو یک رختکن استخر فشرده‌تر هست، شما جایی رو دست میزنید که افراد دیگه دست دادن. فکر نکنید که مثلا چون آب استخر کلور داره جلوی کرونا رو میگیره. کلور آب استخر در زمینه ویروس کرونا تاثیر خاصی نداره. ویروس کرونا ویروسی است که از طریق ذرات معلق در هوا منتقل میشه و کلور آب استخر تاثیری روی اون نخواهد گذاشت. اگر من جای شما باشم و بهم بگن استخر رو باز شدن، اگه قهرمان شنا نیستم و لازم نیست تمرینای شنا بکنم، استخر نخواهم رفت. آقای خانم اقدم سوال کرده، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده پوشیدن دستکش بیفایده است. قبلا گفته بود پوشیدن ماسک هم بیفایده است. از کجا بدونیم دو روز دیگه نمیگن فاصله گذاری هم بی تاثیره؟ سوال جالبیه. سازمان جهانی بهداشت علت اینکه توصیه نمیکنه استفاده از دستکش اینه که دستکش میتونه خودش عامل آلوده کننده بیشتری باشه. ما دیدیم کسایی رو که دستکش میپوشن، به دستکش پارچه‌ای مشکی رنگ میپوشن و کل روز این دستکش به دستشون هست، عملاً به جای اینکه اون دست شستن و این امکان بهداشت فردی که اون ویروس رو از سطح میشوره و میبره رو رعایت بکنن، سطح دستکششون محل جمع شدن ویروس و میکروب میشه و مشکی هم هست، اصلا حتی متوجه اون هم نمیشن و این دستکش ممکنه به سر و صورتشون بزنن و سطوح مختلف و ویروس رو منتقل بکنن. در مورد ماسک هم در توصیه سازمان جهانی بهداشت چندان تغییری نکرده. ماسک هنوز هم به عنوان خط اول پیشگیری توصیه نمیشه. ماسک وقتی برای مردم عادی، برای بیمارستان‌ها، برای کسایی که با بیمار سر و کار دارن بحث جدایی است، ولی برای مردم عادی وقتی ماسک رو توصیه می‌کنن که بیشتر کسی که خودش مبتلا هست و تو دوران بی علامتش هست، اون یکی دو روز قبل از اینکه علامت دار بشه هست، اون فرد با پوشیدن دهنش با یه چیز پارچه‌ای هم می‌تونه این باشه ویروس رو به دیگران منتقل نکنه. وگرنه اون توصیه اصلی که ماسک به طور عام استفادهش کاربردی در پیشگیری کرونا نداره هنوز هم بر جای خودش هست. یکی از مخاطبا سوال کرده ترشحات جنسی مردان و زنان میتونه آلوده باشه؟ آیا بدون تماس دست و صورت رابطه جنسی میتونه عامل انتقال ویروس باشه؟ ویروس در ترشحات جنسی وجود نداره تا جایی که ما میدونیم، مشاهده نشده. بحث زمان تماس و نزدیکی تماس ولی هنوز وجود داره. یعنی اگه کسی تماس جنسی برقرار میکنه یه مقدار عجیب هست که بتونه فاصله اش رو حفظ بکنه یا مطمئن باشه که لمسی صورت نمیگیره، ولی اگر این امکان هست امکان انتقال بسیار بسیار اندک است. خیلی ممنون دکتر ستایش. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما بر ما بفرستید.